بله بینندگان عزیز، شما بیننده شب قهرمانان اوفسیس این مسابقات شب میبینین. خیلی فایت جذاب و خوب را ما سفر کردیم و اینک همکارم نام کسایی را میگیره و از ایشان خواهش میکنیم لطفا داخل کیش بیاین و آنچه که از طرف سازمان جهانی اوفسی بر آنها مد نظر گرفته شده بر اونا تقدیم میشه و بعدا هم مسابقات خیلی جذاب و خیلی خوب را شما از همین دریچه بیننده خواهد بودین. بله، یک بار دیگه عیدتان مبارک عزیزایی که ما را امی لحظه به گونه لایو مستقیم از تلویزیون یک تماشا میکنین. جالب ترین مسابقات مانده هنوز و انتظار بکشین، ما منتظر نگاه های شما هستیم تا این مسابقات را تماشا بکنین. مهمان هایی را که من دعوت میکنم، مولایی صاحب نورالهادی رئیس شفاخانه علی‌آباد، لطفا بیاین و به جایگاه تشریف بیارین. همچنان مشاور صاحب ریاست تربیت بدنی آقای شاداب، مسئول اوتر امپریال کانتیننتال، آقای شفیق‌الله رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی، همچنان آقای فراد علیمی نماینده شرکت آریانا، جان محمد زاکر دفتر مقام وزارت داخله و همچنان محمد فهیم خیری آمر حفظ مراقبت ریاست تربیت بدنی. عزیزای دل، شور و هیجان هنوز هم هست و شما آماده هستین تا پایان این مسابقات را بیننده باشین؟ آماده؟ ماشاءالله. سلام، سلام. خوب است. خوب است. سلام. خوب است. بخیر. خوش آمدید. سلام. سلام، سلام. از آقای شفیق‌الله رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی هم خواهش میکنیم که بیاین به داخل قفس. هستن؟ خب آمدن؟ تحایف را که سازمان OFC بر مهمانای ما مد نظر گرفتن و این تحایف را بر مهمانای ما اهدا میکنند. شما بیننده شب قهرمانان OFC بگونی لایف و مستقیم از تلویزیون جهانی یک هستین. منتظر باشین، مسابقات جالب هم هنوز مانده و حالا جریان تحایفه که سازمان OFC برای مهمانای ما مد نظر گرفتن و مبارکشان باشه. جناب استاد الحاج عبدالواسی قیمی تحایفه تقدیم کردن. خب البته میخواین که لنگی را به سرشان بسته بکنن. خیلی عالی و خیلی زیبا. انشاءالله با ما باشین، مسابقات جالب را تماشا خواهد کردین، مسابقات خیلی جذاب و خوب را انشاءالله از تلویزیون جهانی یک به صورت لایف میبینین. بخیر باشین، سلامت، مبارکتون باشه. سپاس. شما منتظر مسابقات جالب و دیدنی
امشب از امی قفص بگونی زنده و مستقیم از تلویزیون یک تماشا میکنین. منتظر باشین مسابقات جالب و دیدنی. جای خوشحالی است که حالا این مسابقات برگزار میشه، اما از اینکه ما به تاخیر این مسابقات را به نشر رساندیم جمعاً از شما پوزش میطلبیم. واقعا که زحمت کشیدیم، اما شما بیننده جالبترین مسابقات از تلویزیون یک باشین و همچنان از چینل یوتیوب تلویزیون یک، صفحه فیسبوک تلویزیون یک، که شما همین لحظه ما را بگونی زنده و مستقیم میبینین. تا لحظات بعد جالبترین مسابقات آغاز میشه. عزیزای دل، شما چرا خاموش هستید؟ سالم سکوت را به خود گرفته. انشالله پس امی کم مونده مرحله دستارا بسته شوه و مسابقات خیلی خوب و عالی را میان پرویز احمدی و حمزه ایدری می داشته باشیم. و کسانی که تازه به تلویزیون پیوستند، تازه از طریق یوتیوب و صفحه فیسبوک تلویزیون یک بیننده هستند، سلام مجدد و تازه بر اونها تقدیم میکنیم. تا چند لحظه دیگر؟ بله، به دلیل مشکلات تکنیکی که بود ما این برنامه را ناوقت شروع کردیم، اما بالاخره تلاش کردیم که این برنامه را به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون یک به شما به نشر برسانیم. عزیزای دل، منتظر شما هستیم تا این مسابقات و جالبترین مسابقات را بیننده باشین. شب عید است و عیدتان مبارک، کیف بکنین و لذت ببرین. سپاسگزار از مهمانای ما که تشریف آوردن. بخیر باشین. برنامه را شروع میکنیم. همکار عزیز، اگر مراسم را کم زودتر تمام بکنین واقعا خوشحال میشیم. حالا دیدگاه استاد و یکی از دوستایی که اینجا حضور دارن می داشته باشیم برای خیلی کوتاه و خب استاد از رئیس می شنویم. الحمدلله دی شب عید دی محفل که الحمدلله در ملت قهرمانای ما جمع آوری شده ورزش پیش می کنه، نوعی موضوع یک خوب موقع است و ورزش پیشتر هم گفتیم بازم میگیم که پیام امن میتا با ملت با جهان. نو شکر گزار هستیم و تشویق میکنیم دیگه هم جوانا را. تیم سیهی مام رسیده شفاخانه علی آباد در خدمت هستیم انشاءالله. تشکر و ممنون از همکاریتان. اگر کسی استاد خیلی کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمون دی ریاست تربیت بدنی او دی افغانستان دی اسلامی امارت چه زموج د مشتبه هدایت سره دلته زموږ سره په دې کې مشاور صاحب په نمایندګي راغلی ده او د ورزشکارانو د تشویق په خاطر. نو زه مسؤول د حفظ مراقبت په دې شپې کې د خلکو د ولس د خوشحالۍ په خاطر دغه برنامه کې مې شرکت وکړ او دا مې مسؤلیت و چې یو ښه نظم دلته برابر کړم او د زموږ د امنیتي مسؤلینو نه هم مننه کوو چې زموږ د امنیت په برخه کې موږ سره همکاري وکړه او د ولس او د خلکو لپاره یو ښه فضا رامنځته کړه چې افغانان سره خوشحاله اوسیږي. نو موږ د ورزشکارانو په خدمت کې یو. سپاسگزار. بخیر باشین. مسابقه بعدی آماده است. از همه تان سپاسگزار هستیم. یک دنیا سپاس. بخیر باشین. تشکر از اینکه آمدین. سلامت باشین. تشکر. عزیزای دل که همین لحظه شما بیننده شب قهرمانان OFC هستین و همین لحظه ما در قفس OFC هستم و قدم میزنم همینجا. تا چند لحظه بعد جالبترین مسابقه آغاز میشه با تشویقهای شما و با شور و هیجان را که شما ایجاد میکنید. ماشاءالله. سپاس. خب از استاد رزاق خیلی تشکر میکنیم که حالا از استاد قاسم ولیزاده میخواهیم که داوری
وسط را بر عهده بگیرند و از کسی که قدم میگذاره به مسابقات امروزی یا امشب پرویز احمدی است با کارنر آبی. آقای احمدی با کارنر آبی زودتر آمادگی خود را داشته باشین و ما را منتظر نمانیم که مسابقات را شروع بکنیم. همه منتظر همیست که مسابقات را تماشا بکنن. عزیزای دل پرویز احمدی را تشویق بکنین. عزیزای دل تیسر تیسر ورزشکارا را آماده بکنین و داخل کیج بفرستین که مسابقات آغاز شد و تایم کم داریم. پرویز احمدی آهسته آهسته می آید و داخل قفس و ببینیم که امشب برنده بازی برنده این مسابقه کی خواهد بود و پیش بینیش خیلی مشکل هست، سخت است، بخاطر از اینکه ورزشکارای ما تمرین کردن، زحمت کشیدن و وزن کم کردن. دقیقاً همکار عزیز، هر دویش هم از آمادگی خوب برخوردار هست. حالا با دعا و نیایش آقای پرویز احمدی وارد قفس مسابقات UFC می شود و قرار است در مقابل افتخار پرویز احمدی. بله، این هم می بینین که هواداران آقای احمدی تشویقشان می کنند و کسی که قدم میگذاره و قفس امشب او هست، حمزه حیدری در مقابل پرویز احمدی مسابقه میکنه. آقای حیدری در حال آماده شدن هست تا چند لحظه دیگر همکار عزیز مبارزه خیلی عالی و خوب را میان این دو عزیز ما میداشته باشیم. بله، آقای حیدری را تشویق بکنین. تیسر تیسر آماده بکنین دوستای عزیز. و جا داره از بخش تحلیلگر مسابقات امروزی آقای نصرت آخنزاده. عزیزای دل برنده امشب این مسابقه کی خواهد؟ ورزشکارای ما را تشویق کنین. با افتخار ورزشکارای ما. خانم ها و آقایان خوش آمدین به نخستین دور مسابقات جذاب و دیدنی سازمان جهانی UFC به طور لایف از تلویزیون جهانی یک، فقط در شب قهرمانان UFC.
در نخست مبارزه که با کارنر آبی با رکورد هیچ برد هیچ باخت و هیچ مساوی در رشته میمی با قد 170 سانتی متر در وزن 65 کیلوگرم به نمایندگی از سلطانی توپ تیم فرویز احمدی و حریفش با کارنر سرخ با رکورد هیچ برد هیچ باخت و هیچ مساوی در رشته میمی با قد 172 سانتی متر به نمایندگی از حیدری توپ تیم حمزه حیدری. این مسابقه 3 راوند 5 دقیقه می باشد. داور وسط استاد قاسم ولی زاده آنچه که ضرور هست بر اینا میگن. فایتره عزیز متوجه نقاط فاول می باشین. به استاپ مستاپ با فایت ما فایت جالب داشته باشین. دست بتین کارنا چانس خوب. حالا شما تحلیل بیشتر این مسابقه را از آقای شاهزاده و آقای قهرمان نصرت الله آخونزاده میشنید. پرویز احمدی او حمزه حیدری لخوانه دواره دی هیواد پیاوری لبغاره دی حیدری هم یو تکره لبغاره ده. بله بله فایت دوم بسیار جالب بین حمزه حیدری و پرویز احمدی. خب بسیار فایت جالب است. چیزی که بسیار جالب استاد شاهزاده در کنفرانس پرس کنفرانس دیلوز حمزه حیدری گفت حریف خدا که در کدام راوند در دقیقه چند نکاوتت کنم. اینقدر اعتماد به نفس و واقعا یک ورزشکار بسیار خوب کمکم بازی ام را که از پیش بینی کرده نمیتونه و حریفش هم دست کم نگیریم. پرویز احمدی کسی است که بردای بسیار خوب داره و اینا کسایی هستند که اگر ریکاردهایشان هم شما میبینیم در شیرداد صفر است مگر اینا بسیار بازیای پشت صحنه یعنی اماتور داشتن. ماشاءالله. بله 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 گپ خدا گپ خدا. بله ما دقیق گفتم حمزه حیدری. خب حمزه حیدری گفت که در دقیقه چند در ثانیه چند در چی نکاوت کنم. بله فکر کنیم با اکین بنده نکاوت کرلو او لو به و گتلا ماشاءالله. اما غسی جیتنگی بسیار عالی بسیار عالی اما غسی لو به و گتلا ماشاءالله بسیار ما گفتیم به خاطر اینقدر اعتماد به نفس بود دیروز در پرس کنفرانس گفت ثانیه چند دقیقه چند ثانیه چند در چی آوت کنم مگم امو گپا کرد و واقعیت که استعدادهای بسیار خوبی امشب داخل کیج او اف سی میشه و مبارزه میکنم. بلکل حمزه حیدری اوز دیر خواخه پال کده تا سو گره پتی را خطو گئی پیو اکین سر اخفل عریف نکاوت کرلو نو واقعا حمزه حیدری چه اگه کما جمن المونگ سر اکده و چه زبا عریف پلومره راوند که پچو دکو یا پچو سانیو که نکاوت کم اما غجمانه پورا کرده اولو بای پخطو گاو گتلا نو واکن حمزه داری تکڑا لوب گاڑا جا لڑکا شو دکیج ما بینتا انانسر با پل پرگرام پر مخویس بالا بله دوستان عزیز این مسابقه در راوند اول در ثانیه 44 با ضربات فنی مشت به پایان رسید. برنده مسابقه است حمزه حیدری. مبارک باشه قهرمان. خیلی کوتاه احساست می داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام عرض ادب خدمت تک آمدانان عزیز چی بیننده پشت تلویزیون هستن و حاضرین در تالار. مسابقه برد باق داره. آفرینی بچه که من فایت کرد بودم پیش من قهرمان است. مسابقه برد باق داره. در برد خود آدم مغرور نباشه در باق خود مایوس. وقت تشکری میکنم خاص از اسپانسر همیشگی ما گل یخ و تشکری خاص میکنم از ترینرهای دوست داشتنی استاد وحیدرای رسولی و استاد منصور وحیدی و اسماعیل جان حیدری برادر دوست داشتنیم. سلامت. وقت تشکری خاص است
استاد خان و تشکر میکنم از تمام دوستا و خیر باشین سلامت و علاقمندا که به بنده دعا کردن بخیر باشین و حالا از زنده باشه و حالا از آقای وحیدالله شفیق رئیس ورزشگاه رزمی دعوت میکنیم که بیان به داخل قفس بازم برای ایدری صاحب مبارک باشه هر دو ورزشکار مورد یک تشویق کنه شامی سیاره با صبح درخشان آمد گفتنی داره بسم الله الرحمن الرحیم ما سه دفعه در دفتر آمدن در دفتر سازمان ما گفتن ما فایت میکنم ما را گفتن والا فایت تو نمیشه فهمیدی چطور نمیشه من یک شب جنگ دادم ما بدون آمدگی بدون چیز در آمدیم در داخل کیچ اسماعیل ایدری حمزه جان دیگه دور را چلنج هستن ما کتشان فایت نکنم در سازمان که باشه ما قبول دارم فایت کنم کتشان خب تشکر قهرمان از در آمدم خیر باشین سلام امیر لطفا وقت کنترل بکنیم خوش آمدین بسیار دین مدال شه فیکری تو بود غرب لشکری کفری جهان شد همه پل در فرار همتی مردان آمد شامی سیاره با صبح درخشان آمد شامی سیاره با صبح درخشان آمد پیروزی مبارک پیروزی سلامت بخیر باشین تبریکتان باشه وردتان بسم الله الرحمن الرحیم گرچه واسه وقت مناسب نده چه زه وقت خبری کنسی که ورشکاران دی اول خواهی داری سیبتا تبریک کنم دی رخ کل لوبه اکلا یو شه به دیاده اونه باسو چه پو لوبه که گتل او بایللوی خسای به د بایللو نه مایوسه نشی او په گډولو مغرور زه امیدوارم چې هغه ورو چې بایللې ولک زره غصه ووته په رنګ کې د انانسر نه مې خواهش داده چې دومره وخت ورنکړی شي چې د موضوع نه بیرون خبرې وشي انشاءالله دې باندې بیا پس په فدراسیون کې پرې بحث کوو تشکر ممنون و تشکر بخیر باشه تشکر حالا میتونی که زنده باشین خب عزیزای دل شما کمی لحظه بیننده مسابقات OFC هستن حالا مطمئن هستم که تا چند لحظه بعد مسابقه بعدی آغاز میشه میان شیرشاه مبارز و محمد وفای نوری در وزن 61 کیلوگرم که صمدی صاحب بیشتر معلومات میده بله شیرشاه مبارز نخستین کسی است که فام میگذاره به قفس مبارزات امشب البته این آدم دو برد داره در رشته MMA قدش 170 سانتی متر است و محمد وفا نوری هم آمادگی گرفته در مقابلش که مسابقه کنه این مسابقه در وزن 61 کیلوگرم برگزار میشه بسیار عالی خب ورزشکار قبل از اینکه ورزشکارهای ما بیایم ما میریم سراغ یک میان برنامه خیلی کوتاه زود برمیگردیم